سوادی به ما از اجرای پرفورمنس متجاوز تویی بگین، از اولین اجرایی که داشت، تاریخچه‌ای که این اجرا داشته و اینکه چی شد که گروه فمینیست پرژینا این پرفورمنس رو انتخاب کرد برای اینکه اجرا کنه دوباره در رابطه با اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد برای زنان به خصوص، و اثر بخشیش رو ما بگین، اینکه چه تاثیراتی داشت و چه بازخوردهایی گرفتیم. این پرفورمنس برای اولین بار سال 2019 در شیلی اجرا شده. پرفورمنسی که اساسا هم ترانش هم خود اجرا کاملا اعتراضیه و بعد به سرعت در کشورهای مختلف اجرا شد و حالا برخی از کشورها یه ذره هم بومی سازی کرده بودنش در اون موقعیت. اسم اصلی اجرا هستش یک متجاوز در مسیر تو، ولی چون که اون تکهی که در ترانه خیلی تکرار میشه متجاوز تویی، به اسم ترانه متجاوز تویی شناخته شده. اشاره داره به سرکوب سیستماتیک و خشونت سیستماتیک علیه زنان. در متن ترانه خیلی شفاف و واضح میگه که متجاوز دولته، متجاوز قاضیه، متجاوز پلیسان، و بعد خود پرفورمنس هم اشاراتی داره به خشونت علیه زنان، از جمله اون حرکت چنباتمه زدن، که حرکتیه که در غرب پلیس غالبا وقتی که زنان رو بازداشت میکنه میخواد روی زانوهاشون بشینن و اونها رو برهنه میکنه. در خود شیلی زنان از چشم بند استفاده کردن که ارجاع اون هم چشم بندی هست که در بازداشتگاه های زمان پینوشه زنان که زندان سیاسی بودن چشم هاشون بسته میشده و بعد مورد خشونت جنسی قرار میگرفتن. در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا کننده ها لباس های منتسب به لباس های پارتی تنشون میکردن، باز با این اشاره که پوشش من و حضور من در یک پارتی مجوزی برای مورد تجاوز قرار گرفتنم نیست، و یک اشاره پررنگ داره خود متن ترانه به اینکه متجاوز همونطور که گفتم قاضی، دولت، حکومت و پلیس ها هستن و این اتفاقی که برای من افتاده، اشاره به خشونت جنسی، اساسا تقصیر من نیستش. در ایران، یعنی در واقع میخوام به زبان فارسی، اولین بار گروهی با عنوان شورزنان این رو به مناسبت 8 مارس سال 2021 اجرا کرده بودن. حالا گروهی هستن که خب نمیخوان، هویتشون همین شورزنان هستش، و فمینیست ها فورژینا، گروه فمینیست ها فورژینا در امتداد اتفاق که برای ژینا امینی افتاد، به قتل رسیدن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تصمیم گرفتش که برای دوباره یک بار دیگه این رو به زبان فارسی اجرا بکنه، که اونجا دوباره ما یک بومی سازی های دیگری از جمله وارد کردن گشت ارشاد به متن ترانه رو انجام دادیم. در شهرهای مختلف انجام شد. ما در لندن اجراش کردیم، در برلین، در اشتوتگارت، در نیویورک، در سیاتل و در شهرهای دیگه هم اجرا شده. خود روز اجرا، روز برای کسایی که اجرا کردن، روز عجیبی بود. اون انرژی که خود ترانه داره و خود پرفورمنس داره یک خواهرانگی ایجاد کرد. ما در لندن یک بیانیه‌ای رو هم قبلش خوندیم در مورد سرکوب سیستماتیک علیه زنان، و فکر میکنم بازخوردهایی که اون روز از کسایی که اون اجرا رو داشتن گرفتیم همه این بود که چقدر ما نیاز داریم به این که بیستیم و انقدر شفاف و صریح بگوییم که متجاوز تویی، متجاوز پلیسان، متجاوز سپاه، رهبره، و این اتفاقی که برای ما افتاده، خشونت سیستماتیک که داره بر ما روا میشه، ما مقصرش نیستیم. و بعدتر هم وقتی که در شبکه‌های اجتماعی قرار دادیم با بازخوردهای بسیار خوبی مواجه شدیم و به نظر می رسید که حداقل جنبش فمینیستی ما به یک همچین پرفورمنسی برای یک در واقع پیوستن به آن صدای جهانی علیه متجاوز نیاز داشت. اما همونطور که گفتم بار اول نبود، بار اول به زبان فارسی توسط گروه شورزنان اجرا شده بود و ما تکرارش کردیم. مجازات ما خشونت، همین خشونت اوریان.
پرفورمنس رو گروه فمینیست پرژینا توی لندن انجام داد گفتید. به ما از شکلی این گروه بگید، از فعالیت هایی که تا الان انجام داده. فمینیست ها برای ژینا یک شبکه فمینیستیه که در جریان خیزش انقلابی ژنژان آزادی شکل گرفت. هدف اصلیش تجمیع نیروهای فمینیستی بود. به هر حال بسیاری از فمینیست هایی که ایرانی هستن خارج از ایران زندگی میکنن و ممکنه گاهن هر از گاهی هم با هم همکاری بکنن، اما یک تجمیع نیروهای فمینیستی وجود نداشت. ما در اون برهه آدم های مختلفی احساس کردن که ما نیاز داریم به شکل گیری یک شبکه برای اینکه بتونیم هم بین خود فمینیست های ایرانی، هم فمینیست های ایرانی با فمینیست های اون کشور و حالا شهری که دارن درش زندگی میکنن بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. در این حال مسئله حجاب، مسئله خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران به نظر میرسه بسیاری وقتها در جهان با مسئله نسبیت فرهنگی و مسائل مربوط به مذهب یه خورده به حاشیه رانده میشد. تلاش ما این بود که در واقع با برقراری رابطه با فمینیست های غیر ایرانی مسئله خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران رو به ویژه در خیزش ژنژان آزادی که به واسطه حجاب بود بیاییم و این مسئله رو در واقع ببریم زیر چتر مبارزات فمینیستی جهانی علیه خشونت سیستماتیک علیه زنان. و بعد از اون زمانی که شبکه کم کم شکل گرفت و افراد در شهرها و در کشورهای مختلف شروع کردن به فعالیت کردن، خب فکر کردیم که این موقعیتیه که در واقع میتونیم ازش استفاده بکنیم برای روشن نگه داشتن چراغ مطالبات فمینیستی در جنبشی که داریم پیش میبریم، به ویژه با توجه به اینکه به هر حال هر چقدر که گذشت به نظر رسید که ریشه های این خیزش کمرنگ تر شد حضورش در رسانه ها. ما فکر کردیم که خب به هر حال شکل گیری یک گروه فمینیستی میتونه کمک بکنه برای زنده نگه داشتن و وفادار ماندن به ریشه های ژنژان آزادی. خب خیلی نزدیکیم به 8 مارس که روز زنانه و خب برنامه های خیلی زیادی هست برای این روز. گروه فمینیست ها برای ژینا چه برنامه ای داره برای 8 مارس؟ گروه ما پیشتر در تاریخ 2 اکتبر یک فراخوان سراسری داده بود و از فمینیست های جهان دعوت کرده بود که به خیابان ها بیان و اعتراض بکنن علیه اتفاقی که داره برای زنان در ایران میفته. و همینطور در 25 نوامبر همین اتفاق افتاد، ما یک فراخوان سراسری دیگه داشتیم. در تمام این فراخوان های سراسری که اتفاق میفته، شبکه های استقلال عمل نسبی دارن با وفادار ماندن به منش و آرمان‌ها و ختمش کلی شبکه فمینیست ها پرژینا ممکنه کارهای متفاوت بکنن. در 8 مارس هم دوباره همین اتفاق میفته. بعضی از شهرها نشست دارن، بعضی از کشورها پنل‌های بحث و مباحثه دارن، بعضی ها نمایش فیلم و بعضی ها هم حضور در خیابان به مناسبت روز جهانی زنان همراه با سازمان‌هایی که در همون کشور هستن. همینطور ما در 7 مارس یک کنفرانس مطبوعاتی رو شبکه فمینیست ها برای ژینا در لندن برگزار میکنه که خب امیدواریم اون هم فرصتی باشه برای اینکه بتونیم بسیاری از سوالهایی که پیش اومده برای دیگران بتونیم پاسخ بدیم. اما در کنار اون کنفرانس مطبوعاتی 7 مارس که در واقع یک روز قبل از روز جهانی زنان هست، شبکه فمینیست ها برای ژینا در شهرها و کشورهای مختلف همچنان فعالیت هایی که حالا اون شهر و یا گروه تصمیم گرفتن داشته باشن رو ادامه میده و در طول نه تنها الان و بلکه پس از 8 مارس هم فکر میکنم یکی از اهدافی که به شکل بلند مدت داره گفتمان سازی در مورد خشونت جنسی و جنسیتی به ویژه به زبان فارسی کاری هستش که داریم سعی میکنه، یعنی در واقع این شبکه داره سعی میکنه انجام بده. بسیار عالی، ممنونم از شما، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما در رادیو زمانه دادید. ممنون از شما. متجاوز فارسی، متجاوز پلیسا.